درود به تمام دوستان گلم. طبق یک نظرسنجی که توسط شرکت دیوریکس انجام شده، آنها نام کشورهای بیوفا که زوجها بیشترین آمار خیانت به هم رو دارن منتشر کردن که من دهتای اول این لیست رو خدمتتون معرفی میکنم. شماره 10 کشور فنلاند. به گفته بیشتر فنلاندی ها، سکس در فنلاند یک تجربه مثبت به حساب میاد. آنها اعتقادی به کلمه خیانت ندارن و کلمه دیگری در این باره به کار میبرن: روابط موازی یا parallel relationship. این نظرسنجی نشون میده که 36% زنان و مردان فنلاندی به زوجهای خود خیانت کردن و گفته میشه حدود 20% از مردان متأهل فنلاندی نیز دست کم با 10 زن دیگه رابطه دارن. شماره 9 بریتانیا است که درصد خیانت به همسران در آنجا هم مثل فنلاند 36%. با اینکه درصد خیانت در این کشور بالاست، اما بر اساس یک پژوهش فقط 15% طلاق همسران در بریتانیا به خاطر خیانت انجام شده. شماره 8 با 39% خیانت به کشور اسپانیا میرسه که در این رتبه ایستاده. ولی برخلاف بریتانیا، دلیل 60% طلاق‌ها در اسپانیا خیانت به همسرانه. رتبه 7 خائن‌ترین همسران مربوط به کشور بلژیکه که معشوقه داشتن در آنجا به یک امر عادی تبدیل شده. درصد خیانت به همسران در این کشور 40% اعلام شده. مقام ششم 10 کشور با بالاترین درصد خیانت به همسران کشور اسکاندیناویایی نروژ. درصد خیانت در این کشور 41% برآورد شده. ولی گفته میشه اگر نروژ جمعیت بیشتری داشت، حتما در بین 3 کشور اول جهان قرار می‌گرفت. بعد از نروژ، رتبه 5 به کشور دانمارک می‌رسد که درصد خیانت همسران در این کشور 44% برآورد شده. رتبه 4 خیانتکارترین کشور جهان به آلمان میرسه. گفته میشه زنان متأهل آلمانی شهوانی ترین زنان اروپا شناخته شدن. آمار غیر رسمی میگه 60% آنها به همسرانشون خیانت میکنن. ولی به هر حال درصد خیانت آلمان در این لیست 45%. مقام 3 خائن‌ترین زوج‌ها به کشور چکمه‌ای ایتالیا میرسه. مردان ایتالیا بسیار شهوترانه و درصد خیانت مردان این کشور بیشتر از زنانه. طبق این لیست درصد خیانت در ایتالیا هم مانند آلمان به 45% میرسه. و اما مقام 2 جهان به کشور فرانسه میرسه. کشور فرانسه که به کشور عشاق هم معروفه با 46% خیانت در رتبه 2 جهان قرار گرفت. و اما شماره 1 این لیست و خائن‌ترین زوج‌ها به کشور تایلند با 56% خیانت می‌رسد. البته دلیل اصلی درصد بالای خیانت در این کشور خانم‌های تایلندی هستند که بیشتر به عنوان کارگران جنسی مخصوصاً در بانکوک مشغول به کار هستند. و خوبه بدونید درآمد از این کارگران جنسی قسمت بزرگی از اقتصاد تایلند رو تشکیل داده است. با سپاس از تماشای این ویدیو. امیدوارم ریشه هر نوع خیانت، دروغ و ریا در کشورهای ما خشکانده بشه و انسانیت و راستی جایگزین آنها بشن. زنده باد انسانیت.